بسم الله الرحمن الرحیم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. کسانی که رسالتهای خدا را ابلاغ می کنند و از او خشیت دارند و از هیچ کس جز او نمی ترسند، خدا برای حسابرسی کفایت می کند. بیانیه شبکه تلویزیونی تمدن برای ابراز امتنان و تقدیر از حمایت‌های همه‌جانبه شورای علمای شیعه افغانستان، جامعه معزز روحانیت، مجاهدین بزرگوار، خانواده‌های مکرم شهدا، اساتید ورجاوند دانشگاه‌ها، مراکز محترم فرهنگی و قرآنی و آحاد مردم شریف و متدین کشور. حادثه نابهنجار ورود غیرقانونی عده‌ای افراد مسلح به شبکه تلویزیونی تمدن و ایجاد ترس و وحشت در بین کارمندان این رسانه اسلامی، سبب آزردگی و رنجش هزاران هموطن مؤمن و متدین افغانستان اسلامی گردید. کارکردهای شبکه تلویزیونی تمدن با عنوان پرچمدار رسانداری اسلامی در کشور در طول 17 سال فعالیت جهادگونه خود که تلایدار ترویج ارزش‌های دینی، مبلغ اخوت اسلامی، حافظ منافع ملی، مروج علم، مشوق فرهنگی و حامی جهاد و مجاهدین بوده است، تا ابد بر تارک رسانداری افغانستان خواهد درخشید. مردم متدین، جامعه معزز روحانیت و مجاهدین غیرتمند افغانستان با حضور پررنگ خیش در مقر شبکه تلویزیونی تمدن و با ارسال پیام‌های محبت‌آمیز خیش از این اقدام غیر معمول عده‌ای خودسر، ابراز انزجار نموده و حمایت قاطع خیش را از این رسانه دینی اعلام کردند. خادمان مردم متدین افغانستان در شبکه تلویزیونی تمدن از اعلام حمایت‌ها، پشتیبانی‌ها و ابراز مهر و محبت عزیزان گرانقدر صمیمانه تشکر و سپاسگزاری می‌کنند و اطمینان می‌دهند که این رسانه با عنوان رسانه مردم افغانستان همیشه در کنار مردم خواهد ماند و بیشتر از هر وقت دیگر عزمی جزم برای ادامه راه بر حق خیش دارد. ولا نخشا الا من الله عز و جل. شبکه تلویزیونی تمدن در همکاری نزدیک با بزرگان، علت ورود افراد مسلح به این شبکه و بردن وسائط دارای مجوز رسمی این رسانه را از مراجع مسئول حکومتی پیگیری نموده و تصاویر مربوط به ورود خشونت‌آمیز افراد مسلح را نیز در اختیار مراجع زیربط قرار داده. اما متاسفانه تا کنون هیچ پاسخ روشنی از مراجع حکومتی دریافت نکرده است. به محض دریافت هر گونه جواب، موضوع را با مردم شریف خیش در میان خواهیم گذاشت. شبکه تلویزیونی تمدن از حمایت‌های قاطعانه ذوات محترم زیر به صورت ویژه سپاسگزار است. شورای علمای شیعه افغانستان، کابل. حجت الاسلام جناب استاد اکبری، معاون شورای علمای شیعه افغانستان و رهبر حزب حراست اسلامی. حجت الاسلام مدار علی کریمی، معین وزارت شهرسازی. ریاست و اعضای محترم بنیاد فرهنگی تبلیغی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله، آقای سید صوفی گردیزی، شخصیت جهادی و متنفذ قومی. شورای علمای شیعه ولایت بامیان، فرماندهان جهادی، مجاهدین و خانواده‌های معزز شهدا مقیم کابل. ریاست و اعضای محترم مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان.
ریاست و اعضای محترم شورای اقوام اهل تشیع جنوب شرق لوی پکتیا، مرکز خبرنگاران افغانستان، اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران، انجمن خبرنگاران افغانستان، شورای علمای شیعه ولایت قندوز، شورای علمای شیعه ولایت جوزجان، شورای علمای شیعه ولایت فراه، شورای علمای شیعه ولایت قندهار، عالمان دین و باشندگان غرب کابل، شورای علمای شیعه ولایت بغلان، شورای علما و ائمه مساجد شرق کابل، شورای علمای ولسوالی پنجاب بامیان، شورای علمای شیعه ولایت غزنی، نهادهای قرآنی اخوت، شورای علمای شیعه پاتو، مدرسه خلفای راشدین ولایت بامیان، مسئولین و اعضای شورای مردمی قوم عبدالخالق آبدره بهسود، شورای علمای شیعه گرشک ولایت هلمند، استادان دانشگاه‌های دولتی و خصوصی، شورای علمای ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی، شورای علمای مرکز ولایت سرپل، شورای علمای ولسوالی خدیر ولایت دایکندی، شورای علمای مرکز بهسود ولایت میدان مردک، فرهنگیان و اصحاب رسانه‌های دیداری، شنیداری و آژانس‌های خبری، شورای علمای ولسوالی ناومش، شورای علمای اشترله ولایت دایکندی، شورای علمای شیعه ولسوالی مقر ولایت غزنی، شخصیت‌های سیاسی و متنفذین قومی از سراسر افغانستان، ائمه محترم جمعه و جماعت در سراسر کشور. با احترام، شبکه تلویزیونی تمدن، کابل، 8 اوت 1401.